سلجو پسرم تو هنوز نخوابیدی؟ مامان منو راحت بذار دیگه، اینقدر تو کارم دخالت نکن. سیاوش صداتو میشنون. چی میشنون؟ چی به من میگی که میشنون؟ مگه ما جلوی اون صدامون در میاد؟ ها؟ اون جلوی همه منو خوار و ذلیل کرد. اندازه زینبم قدرت نداریم. پسرم اون داییته، بزرگتر توه آخه. بی خیال مامان، همچین دایی نمیخوام. میدونی که همش تقصیر توه. تو منو مثل احمقا آوردی اینجا و مثل سربارا داریم زندگی میکنم. این چه حرفیه؟ اینجا خونمونه. اینجا خونمونه؟ اینجا خونه داییمه. به لطف تو منم نوکر اونم. اصلا همچی چیزی نیست. تو دست راست اونی. تو نباشی کارا انجام میشه؟ نمیشه. ولی کی متوجه این قضیه است؟ فقط یکم دیگه صبر کن. صبر کن. صبر کنم. صبر کنم که چی مامان؟ هر کاری میکنم به چشمش نمیاد. همه چیز آقازاده‌شه. یارو اونور دنیا داره عشق میکنه، ما اینجا داریم نوکری میکنیم و له میشیم. من دیگه تحملم تموم شده مامان، دیگه نمیتونم. پسرم عزیزم سلجوقم، منم غرور و حیثیت دارم، بس دیگه، کافیه دیگه. ساکت شو پسرم، صداتو میشنون، خواهش میکنم ساکت شو. خسته شدم از دست همتون، خسته شدم، خسته شدم سلجوق. آبرومون رفت، رسمن آبرومون رفت. نمیتونم از دست اون دختره زینب عصبانی بشم یا از دست اورهان. بخواب سوی خانم. آقا چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ من با تو درد دل نکنم با کی بکنم؟ وضع بانو و اورهان چی میشه؟ من نمیفهمم یه آدم دیگه چی میخواد؟ بانو به این خوبی یه اورهان میگه 10 تا اورهان از دهنش در میاد. اون وقت اورهان دختره رو جلوی مامانش زایی. بسه دیگه بابا بسه. نه آقا، باید یه کاری بکنیم. از وقتی زینب برگشته اخلاق این بچه عوض شده. آخه مگه اورهان بچه یه که تو روی تو وایسته؟ تا فردا نشده باید دختره از اینجا. حالا دیگه تو میخوای به من بگه چی کار کنم؟ نه من منظورم این نبود. پس منظورت چی بود؟ یعنی من مطمئنم تو دختره رو مجازات میکنی، ولی اورهان و بانو چی میشن؟ تا چون با زن شریک شدی من مجبور شدم قبول کنم. نکن، تو هیچ کاری نکن سوین خانم، اجازه بده که بخوابیم. باشه. انگار بقیه میذارم. خواهر اورهانو ندیدی؟ ای بابا سوین، من از کجا بدونم آخه؟ نه ندیدمش. این مال کیه؟ کی اینجا بوده؟ این لیوان کیه؟ مال سلجوقه. خوبه، قمار تموم شد، الکل شروع شده. ببین عروس خانم، درد سر میخوای برو پی اورهان، پسر منو ول کن. نه خواهر اینجوری نگو، من از عصبانیت نمیدونم چی میگم. امروز خیلی بد شد، گفتیم دارن ازدواج میکنن. هممون تعجب کردیم، منم شوکه شدم، ولی از من گفتن اون رضوان خانم دیگه امکان نداره دخترشو به شما بده. وای خواهر اینو نگو. دیگه تموم شد دخترم، خوبی که به زور نمیشه. منم خیلی ناراحت شدم ولی کاریش نمیشه کرد. نه خواهر میشه، اگه اسم من سوینه این موضوع رو خودم به خوبی و خوشی حلش میکنم. ایشالله ایشالله. دمنوش من چی شد؟ وای ببخشید مامان. بلش کن، اصلا نمیخوام، هیچی نمیتونه الان منو آروم کنه، متوجهی؟ مامان جون لطفاً بیا بشین حرف بزن. تمام راه داشتم به چی میگفتم، این موضوع تمومه، دیگه نمیخوام اسم اورهانو به زبون بیادی. مامان لطفاً یه لحظه بذار تا همه چیو بهت توضیح بدم. باشه باشه، من مقصرم. اصلا سر خود یه کاری کردم، گن زدم به همه چی، بدون حرف زدن با اورهان به همه سر میز اعلام کردم. بانو جون باید نتیجه رو ببینی، آقا اورهان واضح گفت که اصلا قصد ازدواج نداره، متوجهی؟ ولی مامانش اینو نمیگه. چی میگه؟ میگه از وقتی رفتی پیشش سیدنی اسمت از دهنش نمیافته. اسمت از دهنش نمیافته اینه؟ دخترم تو اسباب‌بازی نیستی، فامیلی تو دمیر جانه، به خودت بیا. مامان
من اورهانو دوست دارم، من عاشقش شدم، نمیفهمی؟ بانو دخترم، تو اصلا غرور نداری. چرا؟ مامان عشق غرور میشناسه. خب تو چون اصلا عاشق نشدی نمیدونی. البته همه چی توی زندگی برای تو یه جور کار حساب میشه، نه؟ ولی یادت نره من تو نیستم.